با سلام و درود فراوان در خدمت شما هستم امروز با هرس درخت انار. در مورد نحوه هرس و زمان هرس توضیح میدم و امیدوارم خسته نباشید و حسابی سرحال و سرزنده تا پایان این ویدیو بنده رو همراهی بکنید. درخت انار روی این سرشاخه های جوان از اوایل خرداد ماه شروع میکنه به میوه دادن در شهرهای پرباران، شهرهای مثل استانهای شمالی، حتی تیر ماه هم گل و میوه میده. سه مرحله تقریبا درخت انار گلدهی و میوه دهی داره و این گلدهی و میوه دهی روی این سرشاخهای جوانه و زمان هرس کردن ما سرزنی و قطع کردن این شاخه ها را اصلا نداریم. این شاخه ها تا 4 سال باردهی خوبی دارن و بعد 4 سال ما اینو از ته قطعش میکنیم و پاجوش بعدی جایگزینش میشه. به همین خاطر نیاز نیست که ما روی این شاخه ها اصلا مانوری بدیم. ما فقط میایم پایین و از پاجوش ها و تنه هرس رو شروع میکنیم. عمده هرس ما در انار همین تنه ها و پاجوش ها هستند. مثل همیشه برای شروع کار ابزارمون رو ضد عفونی میکنیم. یه قیچی که سرشو با سنگ فرز بریده باشیم هم نیاز داریم برای قطع کردن پاجوش ها. اگر شما با همون قیچی همیشگی این کار را انجام بدید، یعنی با یه قیچی نو این کار را انجام بدید، این نوک تیزش تنه درختتون رو زخمی میکنه. بیلچه هم نیاز داریم برای اینکه ما عمده هرس کردنمون روی پاجوشا هست. این علف های هرز و اینها رو میکنم. دور تنه رو یک خورده خالی میکنم. این کار رو با دقت انجام بدید برای اینکه انار ریشه های سطحی خیلی داره. کلن روی همین پاجوش ها باید کار بکنیم و پاجوش ها رو یکی یکی به تنه های بارده تبدیل بکنیم و حالا بهتون توضیح میدم چطور باید این کار رو بکنیم. ما برای انار 4 تا پاجوش نیاز داریم که بشه تنه اصلی بارده. هر کدوم از این تنه ها بعد 4 سال به باردهی میان. در واقع نهالی که ما سال اول کاشتیم و سرزنی کردیم از فاصله 40 سانتی سرزنی میکنیم تا 4-5 تا پاجوش بده. تو همون بهار همون سال پاجوش میده. ما اون 4 تا پاجوش رو، پاجوش های خوب و با کیفیت رو نگه میداریم تا بشه 4 تا تنه اصلی. این 4 تا تنه اصلی که ما برش نگه داشتیم، 4 تا شاخه در واقع نگه داشتیم، این 4 تا شاخه بعد 4 سال شروع میکنن به بار دادن و از سال دوم باردهی که میوه درشت با کیفیت تولید میکنن تا 4 سال همونطوری با کیفیت و با تعداد مناسب میوه تولید میکنن و از سال پنجم باردهی هر کدام از این شاخه ها کم کم ضعیف میشن، پیر میشن و ما باید اون پایه رو از ته قطعش کنیم و یه پاجوش رو جایگزین اون تنه بکنیم. برای اینکه ما افت تولید پیدا نکنیم در مزرعه چکار میکنیم؟ از سال سوم یکی یکی پاجوشی که قرار جایگزین بکنیم رو در نظر میگیریم. یعنی روزی که ما داریم هرس میکنیم تمام این شاخه های جانبی رو میزنیم تا 1.20 متر تنه رو خالی میکنیم به این ترتیب. این شاخه های جانبی که به سمت زمین خم میشن رو بهشون کاری نداشته باشید. بذارید یک مقداری سایه در اطراف تنه اصلی درختتون باشه و اینها رو هم قطع نکنید.
نه اینکه اینها به زمین برخورد بکنه. اینها اگر به زمین رسید، اینها رو 50 سانت از زمین فاصله بدید و قطع کنید. اجازه بدید این شاخه‌های جانبی یک مقدار سایه دور این تنه درخت ایجاد بکنه، هم برای حفظ رطوبت خاک و هم برای پیشگیری از آفتاب زدگی تنه اصلی. خب به این ترتیب من همه شاخه ها رو ریز و درشت رو همه رو قطع کردم. خب وسط درخت خالی شد. این تک و توک شاخه هایی که به طرف داخل تنه هست اینها رو هم قطع کنید. بعد اینکه تمام این شاخه ها رو حذف کردیم، تنه جوش ها رو حذف کردیم، حالا باید بریم سراغ پاجوش ها. خب پاجوش های سال قبل رو اگر ما قوی تر از اون رو امسال داشتیم، اون پاجوش های سال قبل رو قطع میکنیم و پاجوش جدید رو جایگزینش میکنیم. بدون اینکه تنه اصلی رو زخمی بکنید، یک مقدار این پاجوش ها رو خم بکنید و بعد اینا رو حذف کنید، از ته اینا رو بزنید. این پاجوش هایی که با تنه اصلی فاصله داره، اینها رو میتونید به عنوان پاجوش بعدی، در واقع پاجوش جایگزین، اینها رو نگه دارید. اینطور پاجوش هایی که به تنه اصلی چسبیدن، اینها به درد ما نمیخورن، اینها رو قطع کنید. این چند وقت دیگه وقتی که به میوه دهی بیاد، یه خورده سنگین بشه از اینجا میشکنه. با دقت اینا رو طوری ببرید که به این تنه اصلی آسیب نزنه. اینو خم میکنم، بعد میام اینو قطعش میکنم. بعد هرس کردن مثل همیشه ما رنگ آمیزی هم باید انجام بدیم، مخصوصا اون قسمت هایی که هرس کردیم رو باید حتما یه رنگ بزنید یا چسب باغبانی بزنید تا از بروز بیماری جلوگیری بشه. بعد چند ساعت که این رنگ ها خشک شدن، مجددا این خاک رو برگردونید سر جاش و دقت کنید برگ خشک و شاخه خشک و اینطور چیزها بغل این ریشه نذارید که بروز قارچ و بیماری داشته باشه. خاک تمیز رو اطرافش بگذارید. برای این درختای انارتون، حالا شما فقط کود پتاسیم باید بهش بدید، همراه آبیاری بهش بدید و توجه بکنید. در این زمان شما نیاز نیست که خیلی به درخت آب بدید، چون به طور طبیعی درختان میوه با خشکی و با احساس خطر میوه تولید میکنن. اگر حالا شما خیلی بهش آب بدی و پشت سر هم این کار را انجام بدی، این درخت تولید برگ میکنه و دیگه به شما میوه نمی. با فاصله این کار را انجام بدید، فقط رطوبت خاک رو حفظ بکنید توی این یک ماهی که درخت قرار گل بده، حتما این کار را انجام بدید. فعلا محلول پاشی انجام ندید مگر اینکه درختان شما شدیداً درگیر با شته باشه و شما اون یکی دوتا درختی که درگیر با شته هست یا سوسک چوبخار اگه بهش داره آسیب میزنه، همون یک دونه درخت شما رو با آبامکتین محلول پاشی بکنید. به همه درخت ها محلول پاشی نکنید تا این فصل گلدهی رو پشت سر بگذارید و از ماه دیگه میتونید محلول پاشی رو شروع بکنید. درختان انار ما قارچ‌کش هم نیاز دارند.
در ماهای گذشته اگر خاطرتون باشه دوستانی که همراه ما بودن، ما دو مرحله معلول پاشی کردیم. یک مرحله کنکش زدیم برای درختان مرکبات، زدیم که گفتم آبامکتین باید بزنیم برای درختان مرکبات، و یک مرحله بعد اون آبامکتین ما بردوفیکس استفاده کردیم و من گفتم که برای همه درختان استفاده بکنید، یعنی همه درختان. بند اون روزی که میگم شما برای همه درختان استفاده بکنین، من اون روز میدونم که دیگه انار هنوز گل نداده یا اون درختان دیگری که میوه دادن حالا میوهاشون بزرگ شده به قدر محلول پاشی رسیده. وقتی که میگم همه رو انجام بدید، امیدوارم همه رو انجام داده باشید. اگر اون روز شما برد فیکس زده باشید، آوامکتین زده باشید، این درختان انارتون مثل درختان انار من، نه توش مورچه هست، نه شته هست و نه قارچ داره. و اگر اون معلول پاشی رو نکرده باشید، حالا هم این کلاله های میوه شما توش سوسک داره، هم مورچه داره، هم شته داره و هم ممکنه سوسک چوبخارم به تنه درختتون حمله کرده باشه. اون چیزی که شما نیاز دارید و بنده به روزش با شما به اشتراک میگذارم و لطفاً به قول ما گیلانیا ویدیوها رو نقره‌دجین نکنید، بینشون سوا نکنید، ویدیوها رو همه رو ببینید چون مطالب مشترکه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد که در خدمت شما باشم.